سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون یک شیرینی مربایی خیلی راحت و ساده درست کنم. این شیرینی خیلی راحت درست میشه و شما حتی اگر بار اولتون هم باشه میخواین شیرینی درست کنین، این شیرینی راحت میتونین تو خونتون درست کنین. من مواد اولیه این شیرینی رو میگم: 280 گرم آرد احتیاج داریم، 265 گرم کره احتیاج داریم. این کره رو من از قبل از یخچال در آوردم، دمای خونه رو گرفته. و حدود 200 گرم شکر نرم احتیاج داریم. من از یک تخم مرغ و یک زرده تخم مرغ برای این شیرینی استفاده میکنم، یک قاشق چای خوری پر بیکنگ پودر و یک کمی نمک و وانیل. من از وانیل تازه استفاده میکنم، شما میتونین از هر وانیلی که در دسترس دارین، از پودر وانیل یا از مایه وانیل برای خوشبو شدن این شیرینی استفاده کنید. کره رو اول میریزیم توی ظرف، این کرمون رو میذاریم یکم مخلوط بشه. دو قسمت کردم، با سر کارد راحت به این صورت اینجوری میکشیم، به این صورت میریزیم داخل کرمون. خیلی خوش عطره و خیلی اسانس خوبی به شیرینیمون میده. این قسمتش هم همینطور و دوباره کرمون رو یه مقداری هم میزنیم و بعد این هم میتونین بذارین توی ظرفی که شکرتون هست، این وانیل رو بندازین تو اون ظرف و شکرتون خوشبو میشه و میتونین به عنوان پودر وانیل از این استفاده کنین. خب همینجور که اینا به هم میخوره، من یه تخم مرغ و یه زرده تخم مرغ هم داشتم به کرم اضافه میکنم. اضافه میکنیم که شکرمون هم با این تخم مرغ و کره کاملا مخلوط بشه. خب یه مقداری که این موادمون با هم مخلوط شد، بیکنگ پودرمون رو با یه کمی نمک، میدونید که نمک مزه شیرینی رو خوشمزه میکنه، یعنی یک سر قاشق چای خوری ما شیرینی که درست میکنیم نمک بریزیم، شیرینی ما خوشمزه تر میشه. اینو هم میزنیم همه که با هم با آردمون قاطی بشه. بعد اضافه میکنیم به کرممون و تخم مرغمون و شکرمون که این موادمون همه با هم مخلوط بشه. خب این خمیر یه مقداری که با ماشین مخلوط شد، این خمیر چون یکم شله ما رو میزمون یکم آرد میپاشیم، این دیگه احتیاج نیست که خیلی ما بخوایم با دست ورزش بدیم. اینو میذاریم حدود یک ساعت، 45 دقیقه تا یک ساعت در یخچال میذاریم که خودشو بگیره و یکم سفت بشه. خب کافیه، اینو میذاریم در پلاستیک. من اینو حدود یک ساعت میذارم در پلاستیک تو یخچال بمونه که سفت بشه و دوباره باز پیش شما برمیگردم. خب این خمیر یک ساعت داخل یخچال بود، حسابی سفت و خوب شده، رولش کردم من. اینو میبریم به این اندازه، بعد اینو با دستمون توپای کوچیکی درست میکنیم این صورت. اینو توی سینی فر میذاریم، یه ذره با کف دستمونم میتونیم فشار بدیم به این صورت.
یکم بعد با فاصله بچینیم. دوباره اینم همینطور. خب اینا رو من چیدم تو سینی فردست. انگشتمون رو توی آرد فرو میکنیم خیلی راحت. این وسط شیرینیمون فرو میکنیم به این صورت. دوباره همینطور. خب اینو من از دو تا مربا برای پر کردن این شیرینی ها میخوام استفاده کنم. یکی مربای هویج و پوست پرتقاله که مادر عزیزم درست کرده، یکی هم مربای توت فرنگیه. خب اینا رو داخل این گودیایی که ایجاد کردیم با مربامون پر میکنیم. یکی دیگه هم براتون نشون میدم. این مربا هم خیلی خوش عطر و بویه. و به این ترتیب همه شیرینیامونو اینجوری درست میکنیم. فر رو از قبل رو درجه 175 میذاریم گرم بشه. اینا شیرینی ها بعد مدت 20 دقیقه داخل فر باشه، قسمت وسط فر. فقط بهتون بگم این شیرینی ها بعد طلایی بشه، نباید بذاریم که رنگش قهوه‌ای تیره بشه. مقداری که طلایی شد از فر در میاریم و میذاریم کاملا سرد بشه و از کاغذ جدا میکنیم. خب این شیرینی های خوشمزه مرباییمون آماده است. فقط این نکته رو به دوستان عزیزم بگم، اگه میخواین که این شیرینیتون کوچیکتر باشه، شما میتونین به اندازه یک توپ خیلی کوچیک کف دستتون درست کنین. یکم شیرینی های من بزرگ شده، 20 دقیقه بیشتر هم احتیاج نیست داخل فر باشه. کاملا یه ذره زیرش که طلایی شد کافیه، نباید این رنگش قهوه‌ای بشه. این شیرینی ها خیلی ترد و خوشمزه است. ببینید خیلی شیرینی راحت و خوشمزه میتونید برای شب عیدتون درست کنید. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.